پیکر دواخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت امروز به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری میناپال شمار از مقام های ارشد حکومتی، عضوهای مجلس نمایندگان و برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای حضور داشتند. بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد. آمدند تا پیکر بیجان دواخان میناپال را به خاک بسپارند. دواخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بود که دیروز در پی حمله تفنگداران وابسته به گروه طالبان در دارالامان کابل جان باخت. اشتراک کنندگان این مراسم میناپال را یک شخص صادق، وطن دوست و مبارز می خوانند و می گویند صدای میناپال خاموش نخواهد ماند. اگه غک سی میناپال پورته کرده و ده فتنی، ده تجاوز او د تیاری پوراندی هغه غږ به موږ ټول همداسې ژوندي ساتو. موږ ټول میناپالان یو. یو میناپال یې رانه واخیسته. په زرهاو نور میناپال په دې وطن کې سته، په میلیونهاو نور میناپالان په دې وطن کې سته. ای وطن است، ما رای خود را انتخاب کردیم که به پیش میریم و متوقف ساختن نمیتونه، هیچ چیز ما را متوقف ساختن نمیتونه. درست اینا میناپال شهید ساختن، یک بچه کاکا و عیار وطن از شهید ساختن، مگر در این وطن میناپالا خیلی زیاد هستن. بستگان میناپال میگویند که این پنجمین عضو خانواده ایشان است که از دست میدهند. آنان بر ادامه راه میناپال تاکید میکنند. زمر د کورنۍ دا اولین غم نه دی. تقریبا 15 جنازې دوستان خبرې ده، بازی 15 جنازې زمر له کوره وتلی دي. پنځه جنازې او دا لاره به ادامه لري، موږ شاته نه ګرځو او له دولته مې غوښتنه او تقاضا دا دی چې زموږ د شهید میناپال عاملین ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. جان باختن میناپال واکنش های تند در سطح ملی و جهانی را هم برانگیخته است. کاخ سفید با نگرانی از ادامه خشونت ها از سوی طالبان و ترور دواخان میناپال میگوید که اعمال اینچنینی طالبان آنان را در بدست آوردن مشروعیت جهانی کمک نخواهد کرد. اگر طالبان خواهان مشروعیت جهانی هستند، این اقدام ها مشروعیت مورد نظر آنان را به دست نمی آورد. آنان مجبور نیستند در این راه باقی بمانند. می توانند انرژیشان را برای روند صلح هزینه کنند. دواخان میناپال 2 سال به حیث معاون سخنگوی ریاست جمهوری کار کرد و 4 ماه پیش به عنوان رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گماشته شد. او دیروز هنگام برگشت از مسجد به سوی خانهش در کابل با ضرب گلوله چند مرد تفنگدار کشته شد. طالبان مسئولیت قتل میناپال را بر دوش گرفتند.